خداوند مهربان سلام تقدیم میکنم خدمت بینندگان عزیز و حاضرین در تالار. امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال بوده باشید. خیلی خوشحال هستم که بازم با یکی دیگر از برنامه تالار شما عزیزان را همراهی میکنم و امیدوارم تا پایان بیننده باشید و از برنامه‌ای که به شما خوبان تقدیم خواهیم کرد لذت ببرید. طبق روال قبلی باز هم دو تیم پنج نفری داریم و دو مرحله. در مرحله اول این دو تیم تقریبا چهار بازی را باید پشت سر بگذارند تا اینکه جواز حضور در مرحله دوم را پیدا کنند. در مرحله اول چهار بازی داریم، هر بازی امتیازات خاص خود می داشته باشد، در مجموع 45 امتیاز کامل. هر تیمی که بتواند بیشترین امتیاز از آن خود کنه ضمن ای که برنده 5000 افغانی خواهد شد. وقتی که پول میگم تشریح کنه دیگه، 5000 افغانی پول کم نیست. ضمن ای که برنده 5000 افغانی خواهد شد، به مرحله دوم، به مسابقه نقطه آخر، به مسابقه سرنوشت ساز راه پیدا میکنه. در مسابقه آخر بین اعضای تیم برنده مسابقه را ما برگزار میکنیم که سرانجام یک برنده می داشته باشیم و نفر برنده بزرگترین جایزه برنامه تلاش را که 10000 افغانی هست از آن خود خواهد کرد. 10000 افغانی. پیش از اینکه بریم با دو تیم معرفی شیم، در نخست باید براتون ذکر کنم اگر شما هم مایل هستید تا در برنامه تلاش شرکت کنین با 456 به تماس شوید. بعد از فشار دادن کلید 629 نام خود و اعضای خانواده خود را بگویید، بعد ما شما را در برنامه دعوت میکنیم. حالا میریم از سوی هر دو تیم که همراهشان معرفی شیم، ولی پیش از اینکه دو تیم بیاید تشویق را بگیرین. با افتخار تیم پیروزی بفرما. حرکت عالی بود. حالا میریم به سوی معرفی تیم بعدی، تیم مبارزان. با افتخارشان بفرمایید تیم مبارزان. خب دوستای عزیز، دو تیم میره که ما در برنامه امشب داریم. یکی تیمش تیم پیروزی است که سر تیمش هم آقای شیس رحمان، بله، و همچنان در سمت چپ ما تیم مبارزان است که سر تیمش مجیب جان. از سمت راست شروع میکنیم. اول خوش آمدید به برنامه، تیمت معرفی کن. سلامت فروتن عزیز، خودم شیس رحمان معرفی هستم. ادریس خنجری عضو تیم ماست، همچنان پرویز یوسفزای و عادل جان و همچنان استاد عامر. تمامش ورزشکارای ام ام ای هستن. بله، تمامشون ورزشکار ام ام ای، البته مکس هستن دیگه ان شاء الله که. نام تیمتون پیروزی است. بله، میتونی که مسابقه تلاش و پیروزی به سر بگذاری؟ 100% ان شاء الله. باور کامل دارم. خب چند فیصد باور داری، چند فیصد تلاش میکنی که برنده شی؟ 100% باور دارم، 1000% تلاش میکنم. بیخی بالا، بسیار بالا. با افتخار تیم پیروزی. حالا ما این اثر مجیب جان شروع میکنیم. مجیب جان، نام تیمت مبارزان است، باید مبارزه کنند تا یکی پیروز شوند. اولش خب برنامه خوش آمدی، بعد تیمت معرفی کو باز. تشکر فرتن عزیز. اعضای تیم وحیدالله یاسینی، مشهور به پلنگ، پالان، پالان باست، مشهور به جردن است. 37 مسابقه که در دو باغ داره، به خیر قریب به کشور ایران رفته نیست. مختار تمرینا، بلال امیریز ورزشکار است، سیاد جبارخیل است، او هم ورزشکار است، یک چند روز پیش مسابقه خودم برد. تشکر. دوستان عزیز، بسته تصویری آماده است، معرفی میشین که چگونه میتونین به برنامه تلاش جذب شوین. شما بسته تصویری مشاهده کنید، دوباره برمیگردیم با آغاز بازی اول. برای اشتراک در برنامه تلاش شما می توانید از طریق 456 ثبت نام کنید. همین حالا به 456 به تماس شوید، کلید 629 را فشار دهید و برای اشتراک در این برنامه نام خود و 4 نفر اعضای تیم خود را ثبت کنید. دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید. مرحله اول هست و بازی اول. دو تیم نماینده‌های خود را انتخاب کردن که از تیم مبارزان هم هست. اسم خود چی بود؟ فراموش کردم. بلال امیری. ما بادام نمیخورم، از خاطر اسمو از یادم میره. بلال جان امیری به نمایندگی تیم مبارزان است. افتخار هم تیمیتون. و همچنان به نمایندگی از تیم پیروزی هم ادریس جان خنجری است. یک نفر باید یادآور شوم، قرار بود که عامر محمدی این رقابت انجام بده، ولی در دقیقه 90 به اصطلاح فوتبالی سر تیم از اون نفر چنج کرد، آورد ادریس جان خنجری را. ببینیم که تعویض طلایی است یا همین اگه اشتباه خیلی بزرگ خواهد کرد. دوستان عزیز، بازی اول ما بازی نشان هست، نشان زنی. 10 توپ هست و 10 قوطی. باید 10 قوطی را این دو شراک کننده چپک کنه که 10 امتیاز کامل را از آن خود کنه. اگر 8 قوطی را چپک کرد اون 8 میگیره، هر چقدر که تونستن که موفق بودن همه قدر امتیاز بیشتر برشان میرسه. پیش از اینکه بریم به سوی
آغاز بازی در نخست صحبت را با اینا می داشته باشیم. ادریس جان خنجری، اول خوب برنامه خوش آمدی. بخیر باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. ادریس خنجری هستم، یک تن از اشتراکندان برنامه تلاش. بسیار خوب. در برف جنگی چه رقم هستی؟ لایق هستی یا نه؟ ولاد از ارکستر بیروزی هستم میار. یعنی خیلی میتونید به راحتی چپ کنید در گوشه کار میکنه اج بدستش نمیایه هر چی کار بیرزگی میره میگه خوش مشخص بشه سر تو شیس و رحمان سر تیمت خیلی حساب کرده از اون خاطر امروز صاحب چن شکایت خودت آورد خب باید جواب اعتماد از اون بتی 10 امتیاز بگیری درست است تلاش کن کو خب همچنین بلال جان امیری اولی را بگو که از کجا هستی خودت بسم الله الرحمن الرحیم بلال امیری هستم سلام به شما سلام به رضالین در تالار و خودم خواستم با زمان امنه که میگه از لغمان شریف لغمان شریف در لغمان شریف میگه خوب شانسان ها زیاده است خوب میزنن خود یارا بله دقیق گفته هر کس گفته 100% راست است میگه بشه یعنی میتونی که 10 امتیاز کامل بگیری انشالله اگه 10 خوسی را چپه کنی میفهمی چی میشه شما اگه بگوین بفهمم با تیم روحی خیلی زیاد میتی و 10 امتیاز هم تیمت کسب بکنه خب انشالله. باید خیلی تلاش کنی چون بازی اول که است بازی اول که است با تیمت خیلی روحیه میت تا ادامه بازی ها را خیلی خوب کار کنن 5 بازی اول را باید عالی کار کنن و سر تیمت هم در انتخاب باید خیلی دقیق باشه تا اینکه برنده شوین درست است میره با سوی آغاز بازی ببینیم که چی کار میکنین خب دوستای عزیز بازی را شروع میکنیم بازی اول را بلال جان امیری از تیم مبارزان انجام میده پیش از اینکه توپ اول را بزنه دوستا تشویق کنین بریم با سوی توپ اول ببینیم چی کار خواهد کرد بلال جان امیری جا به جای استاد برو دیگه بخیر ضربه اول چندان چیزی نبود ضربه دوم بعد دقت باید زیاد داشته باشی وقت خو قید نیست و خطا نباش اعتماد به نفس بالا برو بخیر طرف توپ دوم ببینید که توپ دوم به هدف میخوره یعنی توپ دوم بسیار خراب دوستا تشویق کنین روحیه نداره نفر توپ سوم شانس است که چپش بوکیا بازم بس خیلی ضعیف کار میکنی بلال جان توپ چهارم برو تو به چهارم بازم فاصله خیلی زیاد بود یک لحظه صبر چهار توپ خیلی کند کار کردی تیم روحی خواهم میبازه باید امتیاز بگیری تو پنجم و بله خیلی بدشانس است بسیار بدشانس بودی دقت زیاد کو یک نفس راحت بگی مثل فرادایی آفرین حالا میتونی برو زدیش تو به ششم بله دوستا دو قطی چپه شد دو امتیاز آمد کار تالی بود همین رقمی دقت از زیاد کن مطمئن هستم چپم میکنیم بریم بسوی توپ هفتم میخوره به هدف یا نه خیر خیلی کن کار کردی توپ هشتم سه توپ مانده بلال جان اگر ضعیف هست تشویق بریم بسوی توپ بعدی بازم هست بلال چرا؟ زیر توسی رفتی زیر توسی رفتی اگه امتیاز نگیری دو امتیاز چیز جور نمیشه خود تو قد کو بیادر دیم بریم بسوی توپ هشتم نوم هست بله دوستان دقیقه هست صبر یک توب مانده چپه کردنش خیلی ساده است دقت کن حداقل شش امتیاز رو بگیری بریم و سوی توب دوم آخرین چانس بلال امیری بله دوستان عزیز فقط دو امتیاز از بازی اول کسب کردی چی فکر میکنی؟ آیا حریفت میتونه که بشین امتیاز از تو بگیره؟ نه خیر بازم ببینیم دیگه خب دوستای عزیز تیم قهرمان فقط تونست که 2 امتیاز بگیره ببینیم که عملکرد تیم پیروزی چی خواهد بود اگه 3 امتیاز هم بگیره باز امتیاز بیشتر خواهد بود آماده هستی ادریس خنجری بله چرا بزن دیگه خنجر به قلب حریفا تو به اول ببینید که تو به اول به هدف خود خورد یعنی ادریس خنجری هست و نشان حرکتش بسیار بالا ولی تو بهش حسن در چارجا نبود صبر خب نشان میگیری ولی چرا تو به هدف نمیخوره دقیقا بیشتر که امتیاز کار دارین تو به دوم ببینیم که به کجا خواهد رفت امتیاز گرفتن میشه نه خیر فاصله داشت تو به سفم باز هم اشتباه ادریس جان دقیقا بیشتر که امتیاز نیاز داره تیمت تشویق دوستا بریم بسید تو به چهارم باز هم به هدف نمیخوره یک لحظه درسته دو بریم سوی تو به پنجم آماده هست ادریس آماده هست آماده هستم انشاءالله بزن دیگه بگی امتیازه بازم بس بس توی توپ ششم بریم چقدر ضعیف کار میکرد دو تیم بله کار عالی بود بیخی مثل بلال جان بره پیش میری دو امتیاز گرفتی یک امتیاز دیگه بگیری بازم سر میشین ببینیم که چی کار خواهد کرد نخیر خیلی کس سه توپ مانده و 8 قوطی ادریس 3 توپ 8 قوطی در یک توپ میتونی که کل امتیاز بگیری دقت خیلی ضعیف بود دو توپ آخر ببینیم که چی کار خواهد کرد ادریس خنجری هست و قوطی ها و این هم ضربه که خواهد خواهد
یک نفس راحت دیگه نیست. بان تو با تو با بان تو با بان تو با بوست کو تو با بوست کو فاول نه. یک نفس راحت دیگی دقت تا بیشتر کو گرفتی ده امتیازه. گرفتی عدد کلاشت امتیاز برو تو با آخر نرد نرد تو با آخر بازی اول بازی اول اردوشان امتیازشان مساوی هست دو امتیاز کسب کردن. مشکل ده چی بود ادریس؟ مشکل توپ میزدیم بغل توپ سبه کسی دارم. خب مسئله پالوان عجیب نکنه گرد. بلال جان چی فکر میکنی در مراحل بعدی؟ میتونه تیم امتیاز خوب تره بگیره؟ انشالله با تیم متاسف هستم اما بار اول خوب بودم. نه فهم خیر تشکر. دوستای عزیز بازی اول به اتمام رسید. مبارزان هم دارد دو امتیاز، پیروزی هم دارد دو امتیاز. بازی خیلی حساس دنبال میشه و هر قدر که به بازی های بالاتر میریم جذابیت بیشتر میشه. میریم سوی وقفه، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم با بازی دوم. دوستان عزیز دوباره خوش آمدید. مرحله اول هست و بازی دوم. در بازی اول دو تیم فقط دو امتیاز دارن ولی بازی دوم مشخص می‌سازد که کدام تیم امتیازش بیشتر خواهد شد. در دو بازی اول مدافعین از تیم مبارزان هست و مهاجم هم از تیم پیروزی. ببینید که سرانجام کدام تیم برنده میشه و بیشتر امتیاز را از بازی دوم از آن خود خواهد کرد. خب امیر جان هم این طرف گرمکاری داره، آمادگی خود گرفته. امیر جان اول خوش آمدی به برنامه. چی پیش بینی می‌کنی؟ چند تا گل خواهد کردی؟ ان شاء الله که برنده هستم به یاری خدا و قدر توانایی ندارن در مقابل خب طرفدار کدام تیم هستی؟ طرفدار تیم پیروزی. پیروز نه تیم پیروزی چی کنم، طرفدار فوتبال کدام تیم هستی؟ بارسا. بارسلونا. فکر که خود میسی هستی مقابلت هم در کارواخال و این یا مندی هست فهمیدی کارهای تو مابی هم انوریز دیگه بیخی برسو یه بتا اصیل بلوم میشی باید گول کنی نام میسی رو بعد نساز درست هست. بازی رو شروع میکنیم. آمر جان برو دیگه توپ اول بینیم که تبدیل به گل خواست دیانه. توپ اول هست و بله دفاع شد. بله یک دقیقه زبر توپ اول دفاع میشه و باید دقت بیشتر بسازی آمر جان. توپ دوم را با دقت بیشتر برو بخیر. توپ دوم دریبل زد دریبل زد پیروزی ببینه که توپ تبدیل به گل خواهد کرد. بله دوستان عزیز دیگه توپ هم دفاع شد. کار مدافعین تیم مبارزان خیلی عالی هست. توپ سوم دقت بیشتر کن نیاز داریم به امتیاز. تیم پیروزی و عامر سوی برو باز بخیر توپ سوم را. توپ سوم موقعیت به گوزینی هست دریبل زد بشک بشک برو بخیر دیگه. بله دوستان تیرک تو با تیر برخورد کرد تبدیل به گل نشد. تو با چهارم آماده هستین؟ بله. برو بخیر تو با چهارم ببینی که تو با چهارم چیکار خواهد شد. مرام دریب کردی؟ یه شانه خراب بسازم. باشه تو با باید تبدیل به گل بسازی. برو بخیر دیگه آمرسون که مرام بیخی. بله گل گل تو تبدیل به گل شد. آفرین آمرسون گفتم که شانه دارم یا یه گل داری. برو بخیر طرف گلای بعدی. تو با بعدی بینی که تبدیل به گل میشه. گل دوم با ثمر میرسه یا نه؟ گل دوم دریبلا یکی پس از دیگری یا بله دفاع شد دفاع شد. کارتان عالی است عامر صاحب. آفرین آفرین برو میتونی. امتیاز نیاز داره تیمت. باید توپ را تبدیل به گل کنی. آرام باش ببینو که توپ بعدی گل خواهد شد یا نه. برو بخیر. بله بازم دفاع بازم دفاع. مثل 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 چهار منصور کنی دقیقی دقیقی میگی ولی نمیتونی. ولی عامر صاحب از اینجا باید شروع کنی کارت. عمر صاحب از اینجا درست مکمل آماده هستین؟ آماده. میسی چی کار خواهد کرد؟ برو بخیر تو با بعدی را یک گل داری مقصد دو چشم ما را سهل هستنی برو دیگه ضعیفکا بیرون که بله کاملا و بیرون رفت و سه توپ مانده و یک گل داری. عمر صاحب عمر صاحب دقت بیشتر کو. برو بخیر طرف تو پرتاب کو ببینید که توپ دوم تبدیل میشه. نخیر دفاع خیلی عالی کار میکنه. یک امتیاز داری تو توپ مانده حداقل سه امتیاز بگیره این مرحله. برو بخیر عامر صاحب توپ بعدی ده. دو تا با آخر عامر و توپی که بازم دفاع شد. توپی که بازم دفاع شد. آخرین شانس است فقط یک امتیاز داری. حداقل دو امتیاز داری آماده هستین؟ برو بخیر مرام دیریم کنی خیلی بینی. برو بخیر عامر صاحب آخرین شانس است. یک توپ دو امتیاز ببینی که به نفع تیم پیروزی خواهد آمد. بله گل الله اکبر گل کارت عالی بود. خب دوستان عزیز تشریف کنید تیم پیروزی را. به هر حال تیم پیروزی فقط تونست که دو توپ تبدیل به گل کنه و دو امتیاز از این مرحله گرفت. کار مدافعین هم خیلی عالی بود. حرکت نمایشی را از طرف عامر صاحب میریم که امیمی کار هم هست. برو اگر حرکت نمایشی که دو امتیاز گرفتی حرکت های نمایشی عالی بود عامر صاحب.
دوستان عزیز، مهاجم تیم پیروزی از 10 توپ 2 تا را تبدیل به گل کرد و 2 امتیاز گرفت. ببینید که تیم مبارزان چیکار خواهد کرد. میتونه که بیشتر از 2 توپ تبدیل به گل کنه و بیشتر امتیاز بگیره یا هم نه. لحظات برتر. خب بیننده های عزیز، مرحله اول هست و بازی دوم. تیم پیروزی فقط تونست که از 10 توپ 2 توپ تبدیل به گل کنه و فقط 2 امتیاز در بازی دوم داره. ببینیم که مهاجم تیم مبارزان چیکار خواهد کرد. میتونه که امتیاز بهتر از این مرحله از آن خود کنه یا هم بازم 2 امتیاز کسب خواهد کرد یا اصلا هیچ امتیاز کسب نمی‌کنه، چون کلش بستگی داره به اینکه مدافع تیم پیروزی دو دانه مدافع چیکار خواهد کرد. آماده هستی شما عادل؟ بله. دوستان شما آماده هستین؟ بله. تشویق کنیم بریم شروع بکنیم مسابقه را. توپ اول از سوی سیاد جان میره طرف گل. ببینیم که گل میشه یا نه. گل نشد. دفاع خیلی عالی بود. توپ دوم. دقت را بیشتر بساز. توپ دوم دوستان تشویق، تشویق. برو سیاد جان توپ دوم را. ببینید که گل میشه یا نه تیم پیروزی. بله گل. تشویق کنه. گل به ثمر رسید. حالا 1-0 شد. نماینده پیروزی خوب کار کرد. برو به طرف توپ سوم. گل بعدی به ثمر میرسه یا نه؟ نه خیر، دفاع عالی بود. دفاع عالی بود. ولی شما دوستان تشویق کنید. توپ چهارم فقط 1 گل داری. نیاز به گل‌های بیشتر. برو سیاد جان توپ چهارم ببینیم که گل دوم میشه. نه خیر. باز هم دفاع عالی بود. دفاع عالی بود. دو پنجم. 70 کیلو سنتان میاد. بشک. برو ببینید که تبدیل به گل میشه. دو پنجم یا نه؟ بله بازم. بازم گل. بله. حالا فقط 2 امتیاز داری. 2 توپ تبدیل به گل شده. سیاد جان ورزشکار MMA هم هست. ببینیم که در فوتبال خوب کار میکنه یا نه. سیاد جان تو بعدی رو بار تبدیل به گل کو. چون امتیاز نیاز هست. مدافعین آماده هستین؟ بله. کاملا کش. کاملا کش بود. دقت بیشتر کو کجا هستی؟ دقت بیشتر کو که تو تبدیل به گل نشه. 1 توپ دیگه امتیاز بیشتر و گل. و گل. بله. پیروزی تبدیل به گل کرد. 3 توپ تبدیل به گل شده. 3 امتیاز. توپ بعدی توپ هفتم هست و 3 گل داری. هر قدر امتیاز بیشتر رو بگیری تیمت روحیش بیشتر خواهد شد. برو بخیر سیار جان توپ. همچنان روحیش بیشتر خواهد شد. توپ هفتم گل چهارم به ثمر میرسه یا نه؟ سیاد توپی که کاملا کش بود. توپ نهم متوجه باش امتیاز نیاز داری و توپی که نمیشه تبدیل به گل. آفرین آفرین. دفاع خوب کرد. آخرین توپ و 3 امتیاز. آخرین توپ و 3 امتیاز. سیاد گل. بله دوستای عزیز، توپی که تبدیل به گل شد. بفرمایید سیاد جان، کارت عالی بود. چهار امتیاز گرفتی. چی فکر میکنی در بازی بعدی تیمت میتونه خوب بدرخشه؟ تیم ما همیشه بهترین است دیگه. دعا میکنیم براشون انشاءالله که پیروز میشه و تیم که ضعیف است واقعا در مقابل ما یارم 100% از سر راه خود. خب ادریس جان باز هم اشتباه کردی و 4 گل دادی. چرا؟ چادر. یک چلنج یا چانس بود دیگه. چانسی گل میشد. چانسی گل میشد. خب دوستای عزیز، تیم مبارزان دارد در پایان بازی دوم 6 امتیاز و تیم پیروزی هم دارد 4 امتیاز. بازی بسیار نزدیک است. امتیازات نزدیک است. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم با بازی سوم. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه شما ایزان را خوش آمدید میگم. مرحله اول مسابقه برنامه تلاش هست و همچنان بازی سوم. در دو بازی اول تیم مبارزان توانست که 6 امتیاز بگیره و تیم همچنان تیم پیروزی 4 امتیاز داره. ولی این بازی مشخص خواهد کرد که کدام تیم در بازی سوم بیشتر امتیاز را از آن خود خواهد کرد. گرچه تمام نمیشه چون بازی چهارم از بازی سوم کرده سرنوشت سازتر است. بازی سوم بازی سرعت هست. موتر را که تصویر مشاهده میکنین وزنش تقریبا 7 کیلوست، یعنی یک سیر. دیگه در این بازی همون دیالوگ سنیدیوال در فیلم گاتک خیلی خوب کار میتن، میگه یه مزدور که حد حکتیه. خب این کسی میتونه برنده شده که دست مزدور داشته باشه، دست قوی داشته باشه، مشای فولادین و سرانجام 10 امتیاز کامل. فاصله تقریبا 6 متر است و همچنان 4 دقیقه دو نفر وقت دارن تا
این موتر طرف خود کش کنن و از خط بیخی عبور بتن. ببینیم که سرانجام کدام تیم موفق میشه در امتیاز کامل رو از آن خود کنم. دوستای عزیز، کی برنده خواهد شد؟ خب اول میریم از سرتیم، تشکر. میریم از سرتیم تیم مبارزان شروع میکنیم که 6 امتیاز داره، امتیازشان بیشتر هست. خب مجیب جان، دو بازی تقریبا خوب پیش رفتید ولی امتیازتان خیلی کم است، اختلاف خیلی کم است. چی فکر میکنی؟ آیا دست توانی از زیاد داره که بتونه متر طرف خود کش کنه یا نه؟ ان شاء الله. دیگه 4 سال تمرین کردیم، زیاد از ما تمرین کرده دیگه، قوی تر شاید باشه، خود چیزی که رضای الله باشه بود میشه. شیس رحمان، نفرایی که انتخاب کرده بودی به نظر من اشتباه بود و نبرد دو دانه سرتیما است. چی پیش بینی میکنی؟ آیا میتونی ده امتیاز کامل از آن خود کنی؟ در قدم اول سلام عرض ادب خدمت شما حاضرین در تالار، بیننده های عزیز، امیدوار هستم جور صحت و سلامت باشین. شکر. والا سر عزیز جان، بسیار باور داشتم که میتونه از اودیس برآمده، ولیکن نمیفهم که چرا نتونست. دیگه باز عامر جان هم بسیار خوب کار کرد. مقصد در بازی اول سر عامر سو کبر کردی، دو امتیاز گرفتی، نگری نبود؟ بله، امور یک چنجز کردم در اول، دیگه باز حالا مجبور شدم این بازی را خودم انجام بدم. انشاءالله که ببینیم چی میشه. توکل چیز جان، نام برنامه سرعت است، به منظور از اینکه به سرعت نیاز داری، باید خیلی سریع موتر عبور بتی از خط و همچنان 4 دقیقه وقت دارین. ده امتیاز خیلی خودت هم شدید نیاز داری و همچنان اینا هم نیاز دارن، ولی اگه یا برنده شدن بازم امید تعزیز نده، چون بازی 4 15 امتیاز داره و سرنوشت سازتر است. درست است؟ آماده هستین؟ بله. خب چی میکنید؟ برد سایتان رو بانید. خب دوستای عزیز، شما تشویق کنین بریم بازی شروع میکنیم. 1 2 3 برو بخیر، شروع دوستا. خب موتر حرکت میکنه طرف شیس رحمان، تا بیلا فعلا خیلی سریع هست. موتر مجیب بیخی هنگ کده و اتبال نتونسته که بعد درستی عبور کنه. بعد شیس رحمان پیشتر است، تقریبا در 30 دقیقه مونده که بازی بتمام برسه و مجیب جان هم کوشش میکنه که موتر عبور بده. گشت در شیرو گفته بود که کار خیلی ساده است، ولی ظاهرا سخت به نظر میرسه. شیس رحمان هم کارش عالی هست و چیز نمانده که برنده شوه. مجیب جان زحمت زیاد کو، وقت هم کم داری و همچنان شیس رحمان بیشتر از اون کار میکنن. تایم هم 3:22 دقیقه است و خیلی کم مانده که دقیقه 4 را تمام کنیم و در دقیقه 3 بریم. ببینیم که مجیب میتونه که از رقیب خود شیس رحمان پیشی بگیره یا هم خیر. دوستا تشویق کنین، مجیب تشویق کنین. مجیب بیخی بازش به نظر که خراب میرسه. ببینیم دوستا عزیز، شیس رحمان با تمام تلاش خود میخواد که هر چی سریعتر موتر از خط عبور بده و برنده بازی سوم شود، کاری که سخت به نظر میرسه. ببینیم که مجیب جان بیخی تقریبا فاصله خیلی زیاد است، باید تلاش خود بیشتر کنه. مجیب تلاش بیشتر. دوستی کار ساده است، دوستی که کار خیلی ساده است. جای بام دیگه تقریبا 2:40 باقی مانده و ختم این بازی و شیس رحمان عملکردش عالی هست. شیس رحمان چیزی نمانده که 10 امتیاز کامل را به نفع تیمش به پایان برسانه. ببینیم که سرانجام به دست خواهد آورد شیس رحمان یا حمله. 2:26 به خط نزدیک شد و ببینیم که میتونه که برنده شود یا حمله. شیس رحمان برو بخیر، برو سجدگی نکو، تیم پیروزی کارش عالی هست. چیزی نمانده که 10 امتیاز را بگیره. شیس رحمان مجیب هم نزدیک شد، تیم مبارزان هم امید پیدا کرد. دخان 2 دقیقه فکس شد دیگه، تقریبا 2 دقیقه فکس باقی مانده. شیس رحمان تو داری، برو بوتر باید بیتو بول کنه. شیس رحمان کم مانده، بله به خط رسید، باید بول کنه، باید از خط پیر شود، باید از خط پیر شود. چیزی نمانده، بله کار آری. تشویق بله، تمام دوستای عزیز، تمام. چقدر فاصله نزدیک بود، چقدر عالی، خیلی خوب کار کردی مجیب جان، کار عالی بود. شیس رحمان تشکر دوست عزیز، شیس رحمان مسئولیت خود ادا کردی و 10 امتیاز کامل را گرفتی، گرچه مجیب اول هنگ کرده بود ولی پسان خیلی خوب کار کرد. بود تعلیق باشه برد قربان. چی حس داری؟ من حسه بگو، حس بسیار خوب دارم. سخت بود یا نه؟ خیلی سخت، واقعا خیلی مشکل بود، ولیکن خودم چندین بار در شب نبرد مسابقه کردیم، از تمرینات زیاد برخوردار هستم و 4 ریکارد پیروزی شیرداغ در سایت جهانی دارم خودم. بسیار خوب. و حرفه‌ای هم هستی؟ بله حرفه‌ای هم هستی، چون تجربه را داشتی که تک مسابقه سخت تا بال تمرین کردی؟ والا تمرینات خیلی سقیل بود، ولیکن
ای بازی دمی اول بسیار فشار میاره سر آدم، هر کسی نمیتونه انجامش بده، واقعا خیلی مشکل بود. به هر حال تبریک باشه، 14 امتیاز داری و همچنان تیم مبارزان که سر تیمش مجیب جان هست 6 امتیازی باقی مان. کارت اول خیلی خراب بود ولی پس انرژی اومد. بنظرت مشکل در کجا بود؟ مشکل دیگه بود که چی بود تایره به صورت مرکز تانو باخ ندارم شکر کس مرا نه سخت بود یا نه راست بود؟ نه نبود بار کن آسان میتونی که باز یکم صورت باز میتونم تشکر تشکر. خب دوستان عزیز در پایان بازی سوم تیم پیروزی داره 14 امتیاز، تیم مبارزان هم داره 6 امتیاز. بازی چهارم سرنوشت ساز سر است. یک وقفی کوتاه داشته باشیم و دوباره برمیگردیم با بازی چهارم. خب دوستان عزیز یک بار دیگر خوش اومدید به مرحله حساس برنامه تلاش. بازی چهارم است و به نام عبور. 15 امتیاز داره و دو تیمی که لباساشون در تصویر مشاهده میکنین که پوشیده از چسب هست و باید اول از چسب از موانع زمینی عبور کنن، بعد از این فاصله عبور کنن، بعد برن و زنگ پایان را بزنن و 15 امتیاز کامل را از آن خود کنن. تقریبا 3 بازی را پشت سر گذاشتندین و 14 امتیاز تیم پیروزی داره و 6 امتیاز تیم مبارزان. اگر در بازی چهارم اشتباه کنی تمامی تلاش تیم پیروزی را به خاک اکسان میکنی، چون 14 امتیاز و خیلی سختی به دست آوردن. چه فکر میکنی پرویز جان که کی برنده خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنام یاد خدا بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما و سلام خدمت بیننده عزیز. انشاءالله دیگه زحمت خدا میکشیم، انشاءالله 100% فیروز هستیم به توکل خدا. خواهو مقصد کل هم فیروز میگه 100% فیروز هستیم ولی متاسفانه امتیاز از دست میدن. شیس و رحمان سر خود خیلی حساب میکنه و امیدوار است که برنده شوی و همچنان هستیم مبارزان. باسج جان است، باسج جان 6 امتیاز داره تیمه، اگر برنده شوی بدون شک قهرمان تیمت خواهد شدی. چه فکر میکنی بازی چهارمه؟ سلام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما فروتن جان عزیز، حاضرین دلتارا و بیندان محترم تلویزیون تلو. تشکر. توکل ما به پروردگار دیگه، ما تاواز توان خود کبود به خاطر موفقیت تیم خود کوشش میکنیم، چیزی که در واسه ما باشه دریغ نمیکنیم. آها بسیار خوب. یا بازم توکل ما به خداوند کریم میره. بازی رو میبینینی؟ بله بله. به نظر چقدر سخت به نظر میرسه؟ والا دیگه از نظر خود گفته نمیشه، باز که هدف انجام بدیم باز میبینیم که چقدر سخت بود نبود. خب دوستان عزیز بازی حساس تا لحظات بعد آغاز میکنیم. شما آماده هستین دوستان؟ پس میریم به سوی آغاز بازی، ولی قبل از او باید براتون بگیم که شما 4 دقیقه وقت دارین، درست است؟ در 4 دقیقه باید از این موانع عبور کنین و زنگ پایان بزنین، 15 امتیاز را از آن خود کنین. آماده هستین؟ بریم به خیر جایتان که شروع کنیم بازی را. خب آغاز میکنیم تا 3, 2, 1 شروع. دوستان تشویق کنین، میبینیم که کار پرویز خیلی عالی هست و واسه جانم به تلاش از این هست تو بتونه هرچی زودتر عبور کنه. برای پرویز خیلی خوب کار میکنه، مثل که موش در چه هست میمانه، پرویز هم برمانده ولی کار عالی هست. تیم فیروزی ریستیک شد، برای تیم مبارزه هنوز هم برمانده، موقع هست برای قهرمانی و 15 امتیاز و هم در ظرف 3.5 دقیقه که به خط بازی باقی مانده. پرویز جان باید سمت این خطا بدی، سمت این خطا بدی پرویز جان. خیلی کم مانده ولی بازم واسه جان بند هست، چیز نمانده برای قهرمانی تیم پیروزی. واسه جان کار شالی هست ولی روزم بند مانده. تو چست دیگه تمام کنم و اینم تمام 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 تمام. پرویز جان باش، پرویز جان باش، واسه جان، واسه جان، تمام شد، تمام شد. پرویز شکست کرد متاسفانه تیم مبارزان. پرویز جان، پرویز جان تبریک باشه. تیم پیروزی 15 امتیاز کامل در گرفت و برو با دنبال ردی. واسه جان هنوز هم بند موندی، هنوز هم بند موندی. به هر حال حالا این خطا با تیم سرتیم شما آمده به خاطر کمک یار همتیمیش که نتونست برنده شوه و تیم پیروزی 15 امتیاز کامل از آن خود کرد. این طرف این طرف این طرف پیشتر پیشتر پیشتر. پرویز جان، پرویز جان بیا، پرویز، پرویز جان بیا 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 بیا. پرویز جان استاشیو استاشیو. خب دوستان عزیز قسمی که در تصویر مشاهده میکنین، پرویز جان از تیم پیروزی 15 امتیاز کامل از آن خود کرد و تیمش از ضمن ازی که برنده 5000 افغانی کرد به مرحله دوم برد. ولی همچنان
همچنان نگفته نبانه که هم پرویز جان هم باسی جان مرتوانی هم ساخ لباس پاره ساخن. و هر حال تبریک باشه پرویز جان، چی حس داری؟ چقدر سخت بود دشواری از این بازی بگو. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. علیکم سلام. و دیگه یک تشکری خاص میکنم از تاج سرم استاد قرمانم شیس رحمان و استاد عامر و یک تشکری خاص میکنم استاد قرمان ساز محمد سوهیل سنزاده. بسیار عالی. فیروزی هست بگو. والا بسیار خوش هستم میگم فیروزی خدا دوستان رو تبریک میگم. بسیار دارم میگم بازم خفره شده بگو. بسیار عالی. بسیار عالی. پرویز جان با 15 امتیازی که کسب کرد شد 29 امتیازی و همچنان تیم مبارزان هم 6 امتیازی باقی ماند. و باسل جان چی حس داری؟ حس خودت بگو. تلاش زیاد کردی ولی متاسفانه بند موندی. مشکل نداره، یک رقابت دوستانه، یک سرگرمی بود. برد سو سرتی و سعی کلش خراب از مقصد ساره. خم نداره. مشکل نیست، از ما قسمت کالا یاری نکردید. ما رو خداوانی ساختی به هر حال. مشکل از شما. انشالله که در دیگه عرصه زندگی موفق باشین. خب دوستان عزیز، برنده مرحله اول ما تیم پیروزی شد. برشون بازم تبریک میگم. میریم به سوی آغاز مرحله دوم که از این هم حساس سر است. یک بازی داریم به عنوان نقطه آخر و همچون لحظات برتر آماده هست. تماشا میکنیم، بعد میریم وقفه، از وقفه بر میگردیم با بازی مرحله دوم. دوستای عزیز باز هم خوش آمدید. مرحله اول را پشت سر گذاشتندیم که 4 بازی بود. سرانجام تیم پیروزی با کسب 29 امتیاز آمد به مرحله دوم و تیم مبارزان با 6 امتیاز سرانجام حذف شد. مرحله دوم ما بازی نقطه آخر است. بازی که بین اعضای تیم برنده برگزار میشه و سرانجام هر کسی که از بین این تیم تونست با او 10000 افغانی رسید، 10000 افغانی از آن خود خواهد کرد. ببینیم که سرانجام چه کسی میتونه با او 10000 افغانی خود برسونه و ببینیم که اصلا ما برنده خواهد داشتیم یا نه. 6 دقیقه این تیم زمان داره که خواهد با 10000 افغانی برسونه. پیش از اینکه بریم مسابقه را شروع کنیم، در نخست باید براتون معرفی کنیم که با کدام رنگ چه کسی قرار داره. با لباس سرخ شیس الرحمن کاپیتان تیم هست، استاد عامر هم با لباس سبز، پرویز جان قهرمانی که تیم آورد به این مرحله با لباس سفید، شای عادل با لباس زرد و همچنین ادریس خنجری هم با لباس آبی. پیش از اینکه بریم مسابقه را شروع کنیم، در قدم نخست باید تشویق کنید دوستان. تشویق خوب سید گفول. آماده هستین؟ دارم بدین به طرف جایزه. خب دوستان عزیز، تا 3-2-1 میریم بازی رسمی شروع میکنیم. از دست ندین که خیلی جالب است. 3-2-1 بریم خواهد شروع. بازی رسما شروع میشه. پرویز جان به سمت هدف بره. تعادل رو از دست داد و حالا ببینیم که چی کسی میتونه به سمت دروازه کنی خواهد برست کنه. بله، شیس الرحمن هم نمیدونه که است. تقریبا 4-5 سینه بالا بره. ببینیم بی اتفاقی خیلی زیاد از بین تیمی که با اتفاق به این مرحله رسیدن. دوستان تشویق، دوستان تشویق. بازم شیس الرحمن به سمت هدف میره ولی از دو زینه بالا شده نمیتونن کارشون. انصافا خیلی سخت است. مثل زومبی ها حرکت میکنن ولی تا به حال نتونستن که به نتیجه برسن. بازم پرویز به سوی هدف حرکت کرد ولی او هم موفق است. خیلی ضعیف کار میکنن هر 5 از اینا ولی گرچه جزا نمیتونن یکی دیگر تا به هدف برسن. پرویز به سمت هدف پرواز کرد. بیشتر از 30 ثانیه را پشت سر گذاشتندیم ولی تا به حال کس نتونسته که از 4 زینه به سمت هدف حرکت کنه. حالا ببینیم که شیس الرحمن میخواست ولی به هدف ناموفق بود، نرسید. اگر این را کمی ادامه بدم قطعا تک نکنم که برنده داشته باشین در بازی نقطه آخر. واسم شیس الرحمن نمیتونه، خیلی سخت است. انصافا کار بسیار سخت است. سوال دیس خنجری هم تعادل خود از دست میده. استاد عامر ذکر کنید، استاد عامر که استاسو میخواه و سمت هدف خیلی برای سخت است ولی اون هم مارشن. پرویز پرواز کرد. 1 دقیقه پشت سر گذاشتیم و بازی خیلی گرم و جذاب بین اعضای تیم برنده برگزار میشه. بازم هیچ کسی موفق نشده که حتی 5 دقیقه زینه را پشت سر بگذاره.
تعادل یکی پس از دیگری از دست میره. پرویز بازم پرواز کرد به سوی هدف، میره که 10000 خیره بگیره، او هم بازم تعادل خود از دست میده و نمیتونه. شیس رحمان کجا بخیر؟ شیس رحمان رفت که بله بازم خراب شد و نتونست به هدف برسونه. خیلی انصافا و ظاهراً کار سخت به نظر میرسه. نزدیک به 2 دقیقه به سر گذشتوندیم و 4 دقیقه پایان بازی وقت باقی هست. به نظر اگر همین رقم شیوه ادامه پیدا کنم برنده نخواهیم داشت. حرکت کنیم به سمت جایزه بزرگ برنامه تلاش، 10000 افغانی. پرویز شیس الرحمن، پرویز رفت ولی شیس الرحمن خیلی خوب کار میکنه تقریبا. بله حال او هم تعادل خود از دست داد، تعادل خود از دست میده پرویز. البته شیس الرحمن حالا پرویز کم کم خود نزدیک میکنه به سمت رده عبور از رده اول، ولی سخت است چون که مواد لغزنده رو اونجا پوشاندیم و کسی نمیتونه با سادگی به سمت هدف را برسونه. 10000 افغانی کار خیلی سختی هست، و 10000 افغانی برای هر 5 اینا انصافا کار خیلی سخت و دشوار هست. ببینیم پرویز میبینه که تعادل خود از دست داد. شیس الرحمن نزدیکتر هست، بله شاهدل 3 دقیقه نزدیک و 3 دقیقه را به سر گذشتوندیم، ولی تا به حال هیچ کسی به نزدیکی 10000 افغانی نرسیده. پرویز باز هم رفت. اینا چی میکنن؟ اینا مشخص نیست که چی میکنن. استاد عمر در چشمش به نظر میکنم مواد رفته، ولی پرویز رفت که جایزه را از آن خود کنه. پرویز کارش عالی هست، ولی بله 3 نفر هم با خود خواند و تعادل خود از دست داد. باز هم ناممکن نیست و میتونه استاد عمر خبر تو برسونه، ولی استاد عمر پیش از اینکه فوکس رو به طرف دعزا کنه به طرف نفر کرده. حالا شیس الرحمن رفت. شیس الرحمن هم تعادل خود از دست میده و تا به حال هیچ کس موفق نبوده که خود به نزدیکی 10000 افغانی برسانه. کار خیلی سختی بوده و مطمئن هستم که خسته است. داغورک ها هم نمیتونن که پای خود داخل کنن. کار عالی از سوی پرویز، میره به سوی 10000 افغانی. شیس الرحمن هم کاره پرویز که رفت، ولی شیس الرحمن هنوز هم شانس داره به 10000 افغانی. و حالا تمام نزدیک و 4 دقیقه پشت سر گذاشتیم. 4 دقیقه بله تا به حال کسی نتونست با جایزه بزرگ برنامه تلاش 10000 افغانی خود برسونه. استاد عامر ایوازی که فوکس کنه به 10000 افغانی نمیفهم کاری که صحبت میکنه. وضعیتشون خیلی خراب هست و دستشمایشون فکر کنم که کلامچیس رفته. حالا شیس الرحمن کپیتان رفت که 10000 افغانی را از آن خود کنه. شیس الرحمن کار شعالی هست، اگر تعادل خود از دست نده که تا به حال خوب کار میکنه شیس. و بله حالا رفت و پرویز هم با خود بود. نوبت به ادریس خنجری است، او هم موفق نمیشه. کار سخت است. ادریس خنجری هنوز هم کوشش داره که خودم برسانه، ولی نمیتونه. نه به نظر میرسه که کسی نمیتونه به 10000 افغانی برسه و برنده شوه. مواد های لغزنده هم بیشتر شده روان هست، قصده که در تصویر مشاهده میکنید. ولی رسیدن به 10000 بله بازی درست به همان جا جریان داره که آغاز شده بوده. تو به حال کس ندانسته که به 10000 افغانی حتی نزدیک کنه. از بخلا واکن نگیره، از بخلا نباید واکن گرفته شده، ولی اینجا خطا انجام. 1 دقیقه کمتر از 1 دقیقه پایان بازی وقت باقی هست. کمتر از 1 دقیقه ولی تو به حال کسی موفق نشده. دقایق پایانی رو پشت سر میگذاریم، ثانیه های آخر هست. به حال شیس الرحمن رفت که جایزه را از آن خود کنه. شیس الرحمن بسیار زیرکانه، بسیار عاجزانه، بسیار با دقت. چی از بغلا نگیرید، از بغلا نگیرید. شیس صدای من متاسفانه بچه ها نمیرسد. از بغلا نگیرید شیس الرحمن. شیس الرحمن از بغلا نگیرید، ولی متاسفانه صدای من براش نمیرسد. از بغل گرفتن فاول هست. سونه های پایانی بازی. حالا پرویز در مرکز حرکت کرد به سوی جایزه بزرگ. خب ببینیم که چه کسی بالاخره موفق خواهد شد یا نه. هم تمام بازی تمام است دوستان عزیز، بازی تمام است. متاسفانه کسی نتونست که در بازی نقطه آخر به قهرمانی برسه، ولی هنوز هم کوشش میکنن. گرچه دقیقه خلاص است، ولی هنوز هم کوشش میکنن. 10000 افغانی حفظ شد، ولی کسی نتونست که خوره به 10000 افغانی برسونه. خب متاسفانه که ما برنده نداشتیم. قبل از اینکه بریم امروز صحبت کنیم، لحظات برتر آماده نشر است.
دوستان عزیز یک بار دیگر خوش آمدید. بازی نقطه آخر مرحله دوم برنده نداشت. 6 دقیقه برشان وقت داده بودیم ولی متاسفانه که هیچ کس نتونست که وقت خود را به 10000 افغانی برسونه. همین ولی وضعیت اینجا که خطرناک است که دکه بخورم من خودم اون طرف مستقیم. گشت کلای من خرابم کردن. به هر حال پروی شیس و رحمان کاپیتان این تیم بود که در مرحله اول تیمش برنده شد و 5000 افغانی از آن خود کرد. چی مشکل بود؟ چه قصق بود؟ درباره سختی و حساسیت بازی مرحله دوم بگو. تشکر فروتن عزیز. سلام دوباره به تمام دوستای عزیز همچنان ناظرین در تالار. والا کوشش زیاد کردم دیگه دوستای ما نگذاشتن که برم بالا. قانون چی بود؟ قانون همین بود که نگذارن ما دیگه. ولیکن کتیما را جونی کردن یک کم کلشان دسته یکی کرده بودن. سعی کل عمر سعی کرده. عمر سعی مشکل در کجا بود که نتونستی برسی؟ یعنی من مطمئن هستم تو یکی از مدعیا بودی و میتونی که خبر رسانی به 10000 اگه تنها باشی. بازم سلام خدمت کل دوستا و همچنان بینندگان تلویزیون طلوع برنامه تلاش. ما تلاش خود زیاد کردم، خیانت نابخشیدنی کردن در حق ما. یعنی ما 1000% برنده بودم. 1000% بشه 1000% برنده بودم. پرویز جان موی که بگی کار تو عالی بود. بگی خیره دید است بردار است. پرویز جان مرحله اول تیم تو آوردی به مرحله دوم کار واقعا عالی بود. دیگه چی مشکل بر پیش اومد که نتونستی به مرحله دوم خود به 10000 افغانی برسونی؟ چی دور اولش دیگه کوشش کردیم تیم خود به برنده رساندیم. مرحله دوم چی مشکل بر پیش اومد؟ مرحله دوم دیگه به خدا قچی انداخته بود که بالا میشیم ما پاس بود. دیگه کوشش خلاص. خدا رو سخت نیست اگه من بر ما 10000 بتن همکارا میرم. نه مهم 10000 نبود ما به خاطر ازی که اومدیم که یک ریکارد بانیم دیجا خود اگر نشد قسمت مونه بود بطه به ایفیزیان خنجری که در مرحله اول خیلی ضعیف کار کرد ولی در مرحله دوم من مطمئن بودم که برنده میشه چون خیلی آمادگی گرفته بود. تو بگو درباره از این مسابقه مرحله دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولاد اگر فروتن سای ما زیاد کشش خود اکدیم نشد چون چیز زیاد لشم بود همین حالا خودتان نه بر ما دیست نه اما تو فکر باکم باید بگیرم هر که بگم بر ما دیست اینجا که باز بارشه باز بسیار روش من مگنی چون پای مام خون شد خدا که نتوانستیم به هر حال کارتون عالی بود برنده 5000 افغانی از این بنده خدا باز بگیرین. میریم به شای عادل شایی که عدالت ها دیگر چی میگه تنظیم میکنه. شای عادل چی کدی؟ والا اول سلام به همه علیکم سلام بیننده عزیز و کسایی که اینجا ششته کوشش رو زیاد کردیم خب چانس نبود قسمت یاری نکردیم خیلی سخت بود سخت بود معمار قایم گرفتی. خب تشکر میکنم حاضرین در تالار شما بگین که از بازی لذت بردین با یک صدا. خب به هر حال چک کنین اگه لذت بردین چک. دوستان عزیز تشکر از شما که تا ایدم همراه من بودیم و تشکر میکنم از حاضرین در تالار. اگر شما هم مایل هستید تا در برنامه تلاش شرکت کنین و ای جایزه 10000 افغانی را از آن خود کنین با 456 به تماس شوید بعد از فشار دادن کلید 629 اسم خود و اعضای خانوادهتان را بگیرید بعد ما شما را در اینجا دعوت خواهیم کرد. این بود داشته های برنامه تلاش. امیدوارم مورد لذت هم قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی لبریز است خوشبختی باشید رفت نفر.